به نظر می رسد در منازعه جناهی بین حامیان بورشیلای بدنام و رهبر حزب که مخالف سیاستهای به چپگرای خود می باشد، رسانه حزب کمونیست نقش عمده ای را ایفا می کنند. در روزهای اخیر، نقش رسانه های حزب در حمایت از مقامات ارشد حزب مانند هوجیاتاو و وونجیاباو پررنگتر شده است. در روز دهم ده آوریل حرکت مهمی در جهت سرنگونی بوشیلای و همپیمانان نزدیک وی صورت گرفت بوشیلای هنوز هم از قدرت مهمی برخوردار است اما رسانه های حزب در حمایت از جریانات اخیر که علیه وی به راه افتاده نقش پیشگامانه ای را ایفا کردند رسانه رسمی حزب اعلام کرد که گو کایلای همسر بو در ارتباط با قتل یک شهروند انگلیسی دستگیر شده و تحت بازجویی قرار گرفته است در حرکتی که ایوان آسنس تحلیلگر چینی مجله نیویورکر آن را شوکه کننده نامیده گزارشی رسمی روشن ساخت که تضاد منافع مالی سبب منازعه منجر به قتل شده است به عبارتی این موضوع تلویحا بیانگر این مطلب است که خانواده بو در ارتشا و فساد عظیمی درگیر بوده است رسانه های ارتباط جمعی چین شدیداً توسط حزب کمونیست چین کنترل می شود. زمانی که اخبار از محتوای سیاسی سطح بالایی برخوردار باشد تحت بررسی دقیق معمور سانسور حزب قرار می گیرد که خود تحت سرپرستی رهبر مرکزی حزب است در تحلیل کشمکش های سیاسی اخیر برای اکثر کسانی که خبرهای چین را دنبال می کنند این موضوع اهمیت خاصی پیدا کرده است بعد از اعلام خبر علیه بوشیلای در دهم ده آوریل رسانه های دولتی رسمی یکی پس از دیگری حمایتشان را از تصمیم حزب کمونیست چین داشتند. یک روز بعد روزنامه پیپلز دیلی در تایید این حرکت ای را منتشر کرد که همان روز در روزنامه پرنفوز ارتش آزادی بخش خلق نیز تجدید چاپ شد. روزنامه بیجینگ دیلی نیز مقاله خودش را با لحنی مشابه روزنامه پیپلز دیلی منتشر کرد. این اقدامات مشابه صورت گرفته توسط رسانه های مهم حزب در تضاد کاملی با روزهای اولیه وقایع مربوط به بو در تاریخ 15 همه مارس می باشد. در روزهای اولیه که موضوع بو مشخص شد مشهود بود که برای مجازات بو و اینکه تا چه حد وی مجازات شود در سطح بالای حزب کشمکشی مداوم وجود دارد. زمانی که دو جناح بر سر این موضوع دوئل می کردند، دستورالعمل هایی در ارتباط با چگونگی گزارش این موضوع به رسانه های حزب داده می در اواخر ماه مارس، روزنامه نزدیک به حزب به نام گلوبال تایمز با انتشار سرمقاله ای حرکتی بیسابقه انجام داد و از رهبران حزب درخواست کرد که دستورالعمل های تهیه گزارش در این زمینه را ارائه کنند. روزنامه پیپلز دیلی و دیگر رسانه هایی که مستقیما تحت نظارت حزب بودند در مورد سردرگمیشان کمتر چیزی میگفتند و در عوض از ترس ارتکاب خطای سیاسی صرفاً به انتشار جزئیات و تفسیرهای بسیار کمی از موضوع بو اکتفا می کردند. اما در روزهای اخیر مسئله کاملا فرق کرده است. روزنامه پیپلز دیلی عبارات مستقیمی از این قبیل می نویسد. رفتار بو شیلای تخطی جدی از نظم و انضباط حزب است و آژانس خبری شین هوا گزارش میدهد. رفیق بوشیلای در یک قانون شکنی جدی انضباطی درگیر شده است. بنابراین به نظر می رسد کشمکش های سیاسی تا آنجا که به کنترل رسانه ها مربوط است حل و فصل شده باشد. اما همچنان این موضوع نامعلوم باقی می ماند که آیا این گام به معنی پایان آن کشمکش های پشت پرده است یا برعکس در جهت تقویت می باشد و طرفداران بوشیلای نیز می خواهند ورق را به نفع خودشان برگردانند.